بختیار پریموف ساکن 35 ساله نویه بابا جان غفوروف در شعبه میلیس این نویه جان داده است. سبب مرگ او روشن نیست و در پس پرده اسرار باقی میموند. بختیار پریموف با پای خود از روسیه آمد و شعبه میلیس رفته بود تا مسئله پرونده گویو سرکشی کردنش از پرداخت الیمنت را حل کند، ولی از شعبه جسد بیجانش را برآوردند. بنابر اطلاع یک منبع پایگاه خبری بامداد صحنه 8 اپریل سال 2024 کارمندان اپراتیوی شعبچه کفتکوف جنایی شعبه وزارت کارهای داخله در نوی باباجان غفوروف نعمت‌زاده الهام به ساکن جماعت شهرک غفوروف نوی باباجان غفوروف پریموف بختیار مظفروویچ سال تولد 1989 که در فدراسیای روسیه در شهر مسکو در مجلس کاری قرار داشت زنگ زده میگوید که نسبتش پرونده جنایتی آغاز کرده شده است و برای کارش را حل کردن و قطع کردن پرونده او باید به تاجیکستان برگردد. نعمتوف که با پریموف رشته خویشاوندی هم داشت دل بختیار را پر کرده است که گویا وی علاقه با سردار میلیسا مسئله او را حل کرده است و به یگان خواتر میتواند بیاید. پریموف بختیار که 3 فرزند داشت 4 سال پیش از زنش جدا شده بود و معلوم گردید که همسر سابقش برای نپرداختن مبلغ الیمنت برای فرزندانش به ضد پریموف عریضه داده بوده است و در این اساس نسبت به او پرونده جنایی آغاز کردند. بختیار پریموف به وعده های نعمت‌زاده الهام که هم همسایه و هم خویش و تبارش بود باور کرده از مسکو به شهر خوجند چپته هواپیمایی میخرد. مادر بختیار پریموف موجوده خواتر میشود و امروی بختیار مادرش هم چپته خریده به تاجیکستان برمیگردد. بعد به خانه اومدن بختیار روز 2 اپریل به الهام زنگ زده خبر میگید که به خانه اومده رسیده است و یک بار با همدیگر و خورده مسئلیت رو پزونی میگوید. الهام به او میگوید که به هیچ کجا نبروید و او را منتظر شود. بعد چند خود الهام و دیگر کارمندان شعبه اپراتیوی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نوی باباجان غفوروف اومده پریموف بختیار را از خونش دستگیر کرده به شعبه میلیس برده محکم کردند. سبب برای یک پرونده مربوط به بحث اویلوی پشت پنجره نشوندن این ساکن شهرک غفوروف معلوم نیست، اما بعد 2 روز بازداشتش بختیار پریموف به سببهای تا حال نامعلوم در تفقیفگاه شعبه میلیسیا نوی باباجان غفوروف جان داده است و کارمندان میلیسیا جسد بیجانش را به دست مادرش دادند. جنازه بختیار پریموف را خود همان روز 12 اپریل در نماز جمعه در مسجد حاجی نظر شهرک غفوروف پیش نماز کردند و سپس به خاک سپردند. سبب مرگ او در بازداشت پر اسرار باقی میموند، ولی به گفته شاهدان مادرش در روز دفن فرزندش به الهام نعمتوف نفرین زیاد خونده گفته است که در بدن بختیار آثار زیاد ضربولت بود. این را مردشوی هایی که جسد بختیار پریموف را شسته کفن کرده بودند نیست تصدیق کردند. قریب هر سال از تاجیکستان درباره هلاکت بازداشت شدگان در بازداشتگاه ها خبرها به دست میرسند. در ماه نوامبر سال 2021 مرگ گلبدین زیوبیکوف ساکن نوی روشقلعه بعد چند ساعت بازداشتش باعث اعتراض های گسترده در خورخ شد. در جریان اعتراض های بدخشان در تیر ماه سال 2021 و بهار سال 2022 بیش از 30 کس اساسا ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان کشته شدند. ماه ینور سال 2023 در شهر کولوب نیز در پی مرگ ساکن این شهر عبدالقاهر روزیقوف بعد دستگیر شدنش موج اعتراض ها را به بار آورد. 25 یولی سال 2023 دادگاه منطقه کولوب سودشوندگان جمشید کراماتوف، ظفر خولوف و شمشاد شریفزاده را بر اساس ماده 143 الوه 1 قسم 3 بند ب در شکنجه با عاقبت مرگبار گناهگار شناخته هر یک آنها به 14 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد. این 3 افسر مکنون سابق میلیسیا با حکم دادگاه همچنین برای 12 سال از حق اشغال منصب در مقامات کارهای داخلی محروم کرده شدند.